سلام همه دوستان، اینجا برنامه آنباکس ها و من اومدم براتون هواوی نووا 9 SE رو آنباکس بکنم که گوشی جدید هواوی که رو نمایی شده. بسته‌بندی رو میرسیم بهش، میریم سراغ بسته‌بندی. اینا هواوی موبایل فارسی برامون فرستن که بررسیش بکنیم. بسته‌بندی سفید روش نوشته هواوی نووا 9 SE، بغلش هم همون رو نوشته و بریم که آنباکسش بکنیم. این قسمت یه سری اطلاعات مثل 128 گیگ و 8 گیگ رمش و اینا رو نوشته که ما اول میریم سراغ آنباکسش. خب همونطور که میبینید یه دونه گوشی داخل بسته است که این گوشی رنگش سفید صدفیه، خیلی رنگ باحالیه و دوربین هم این قسمت قرار گرفته. این هم صفحه نمایشش، حالا بهش میپردازیم. میریم سراغ بخش بعدی. اینجا یه دونه جعبه داخلش داریم که این جعبه یه دونه سوزن سیمکارت، یه دونه دفترچه و یه دونه قاب ژله ساده که به زودی این هم همه شرکت ها ورش میدارن، ولی خب حالا فعلا که هست. میریم برای ادامه. یه دونه کابل تایپ A به تایپ C داریم اینجا و یه دونه هم شارژر 66 واتی، یه شارژر 66 واتی که خیلی خفنه. بریم سراغ دیگه، چیزی داخلش نیست. هنسری اینا هم که دیگه ببینم داریم یا نداریم. او 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 اینجا هنسری داریم، نایده بودم. یه دونه هنسری ساده هم داریم این شکلی، اگر که ببینید این هنسریشه و دیگه واقعا چیزی نیست، دیگه چیزی نیست. توی بخش بسته‌بندی مثل همیشه بد نبوده، خوب بوده. بریم سراغ بخش بعدی، یعنی طراحی این گوشی. توی بخش طراحی قاب پشتی پلاستیک و همونطور که میبینید جای اثر انگشت هم میمونه روش نسبتا، ولی نه خیلی زیاد. 197 گرم فکر کنم باشه، اینم براتون بکنم. 191 گرمه، 191 گرمه این گوشی. تو سه رنگ عرضه شده، مشکی، سفید و و چی بود اون رنگش؟ آبی. مشکی و سفید آبی که صفحه نمایش 6.8 اینچه. روشنش میکنیم ببینیم صفحه نمایش 6.8 اینچیش چه مدلیه. تا قبل اینکه حالا بیاد بالا میرسیم به این قسمت که قسمت سمت راستش دکمه پاور و اثر انگشت ادغام شده، یعنی دکمه پاور اثر انگشت وقتی روی دکمه پاور بزنی گوشی باز میشه. راکرای بالا پایین کردن صدا. سمت چپش هیچی نیست، پایینش یه دونه درگاه تایپ سی به اضافه اسپیکرش به اضافه میکروفونش. قسمت بالا خشاب سیم کارت و میکروفون و اسپیکرشه، میکروفون نویز کنسلینگش و اسپیکرشه و دیگه بگم که دیگه چیزی دور و برش نیست دیگه. خب صفحه نمایش اومد، حاشیه خیلی کمی داره که این گوشی رو جذاب میکنه. دوربین سلفیش هم توی پانچ هول اون قسمت بالا وسط قرار گرفته. در کل طراحیش خیلی سلیقه‌ای، دوربیناش رو هم همینطور که میبینید توی فریم بیزی شکل قرار گرفته که وسطش فلشه و 4 تا دوربین داره که توی این بیزی قرار گرفته. طراحی سلیقه‌ایه، یعنی بعضی شاید خیلی خوششون بیاد، بعضی اصلا خوششون نیاد و حالت این بالانسش هم همونطور که می‌بینید وقتی روی این اینجا می‌ذاریم لقه به خاطر دوربینش و حجمی که دوربین زده بیرون هم همینجا شما می‌تونید ببینید دیگه. توی بخش طراحی سلیقه‌ای من میگم به نظر من بد نیست. میریم سراغ قسمت بعدی، یعنی کارایی کیفیت. توی بخش کارایی کیفیت اول میریم سراغ صفحه نمایش، جایی که این گوشی یه صفحه نمایش 6.8 اینچی تخت IPS داره با روشنایی 500 نیتسی. رفرش ریتش 90 هرتز و تایت سامپلینگش هم 240 هرتز. بریم سراغ بخش بعدی، یعنی باتری این گوشی. یه باتری 4000 میلی آمپری داره که البته که عددش کمه، ولی به خاطر هماهنگی خیلی خوب قطعات این دستگاه تا یک روز به شما شارژ دهی داره و اتفاقی که میافته اونور یه شارژر 66 واتی داره که اون شارژر 66 واتی توی 20-25 دقیقه میتونه 75% گوشی شما شارژ بکنه و خیلی راحت شما دوباره از اول شارژ خیلی زیاد داری با 20-25 دقیقه شارژ کردن. بریم سراغ بخش بعدی، یعنی بخش امنیت. توی بخش امنیت تشخیص چهره دوربین سلفی رو داریم و دکمه پاور که وقتی روش میزنیم تاچ خیلی خوبی هم داره و اثر انگشت رو خیلی راحت میگیره، همونطور که توی تصویر دارید میبینید. حالا الان نمیگیره دیگه، خوب میگرفته. نه الان بد میزنم، این بری که میکنم دستم حالت بدی قرار میگیره. میریم سراغ بخش بعدی، یکی از مهمترین بخش ها برای اکثریت جامعه ما، یعنی
دوربین. یه دوربین 108 مگاپیکسلی روی این گوشیه، به اضافه یه دونه 8 مگاپیکسلی اولترا واید، یعنی دوربین اصلی 108 مگاپیکسله، یه دونه 8 مگاپیکسلی اولترا واید هم داره. دو تا دوربین 2 مگاپیکسلی هم داره که یکیش برای تشخیص عمق میدانه و دیگری برای دوربین ماکرو، به اضافه یه دونه فلش. لنز اولترا وایدش نسبت به دوربین اصلی کیفیتش خیلی پایین‌تره، ولی خب قابل قبوله. توی دوربین ماکرو اصلا عملکرد خوبی ازش نمی‌بینیم و دوربین سلفیش هم 16 مگاپیکسل و عملکرد نسبتا خوبی داره و قابل قبوله. توی بخش فیلم برداری فقط قابلیت 1080 سی فریم رو داریم، لرزشگیرش هم خیلی قابل قبول نیست و یه چیز متوسطه. در کل توی بخش دوربین بد نبوده. بریم سراغ بخش بعدی، یعنی پردازنده این گوشی. اول برسیم به سراغ پردازندهش. پردازنده 680 اسنپ دراگونه که اگر کار سنگین بازی خیلی گیمای سنگین ندارید کاملا کارتون را میندازه، ولی اگه گیم سنگین دارید احتمال داره که یه ذره لگ بده و اذیتتون بکنه. 8 گیگ رم داره و دو مدل داره که این نسخه 128 دست ماست، نسخه 256 گیگ هم داره. بریم سراغ بخش نرم افزار. اندروید 11 و وان یو آی 12 روی این گوشی، همچنان نرم افزارهای گوگل رو شما نمیتونید ازشون استفاده بکنید. البته برای دانلود اپلیکیشن میتونید از بازار مایکت اپ گالری خود هواوی که خیلی پیشرفت کرده استفاده بکنید و با نرم افزار جی اسپیس تحریما رو دور بزنید، از گوگل هم استفاده بکنید، یعنی از تمام برنامه‌های گوگل و یوتیوب و فلان اینا همه رو میتونید استفاده بکنید با همون اپلیکیشن جی اسپیس. در کل بهتون بگم اینکه میگم هواوی گوگل نداره، نمیدونم اندروید نداره، این کاملا غلطه. یعنی همه برنامه‌ها رو تقریبا شما میتونید توی این گوشی داشته باشی، فقط چون تحریم شده باید به یک روش دیگه ای داشته باشی. همین. بریم سراغ بخش بعدی، یعنی مزایا و معایب و ارزش خرید. توی بخش مزایا میتونم بگم که نقاط مثبت این گوشی صفحه نمایششه که خیلی جذاب و باحاله. سنسور اثر انگشتش خوب عمل میکنه، طراحیش اگر شما دوست داشته باشید میتونه براتون جذاب باشه. از معایبش بخوام براتون بگم، میشه گفت لرزشگیر، فیلم برداریش خیلی قوی نیست، 4K نداره و پردازندش هم میتونست قوی تر باشه. بریم سراغ بخش بعدی، یعنی ارزش خرید با این قیمتی که داره میارزه یا نه. این گوشی با قیمت 8 میلیون تومان، اگر که شارژ سریع براتون مهمه، طراحیش رو دوست دارید، میتونه که بهترین گزینه باشه و اگر پردازنده رو باش نمیخواید کار سنگین، یعنی گیم سنگین ران نمیکنید، جزو بهترین گزینه هاست. و اگر تا 18 اردیبهشت بشه دیجی کالا این رو خرید بکنید، یه دونه هنسفری فریلس 1 میلیون تومانی هواوی هم روش هدیه میگیرید. مرسی از هواوی موبایل فارسی که این محصول رو برای ما فرستادن بررسی بکنیم. خیلی مخلصیم. لایک و کامنت یادتون نره. یوتیوب میبینید حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید. چک کنید.